استاد بفرمایید که در همین حوزه خوشنویسی بیشتر خودتون چه سبک و سیاقی رو بیشتر دوست دارین و تمایل دارین بیشتر در اون حوزه اصطلاحا فعالیت کنین؟ حالا نستعلیقه، شکسته است، من زیاد اطلاعات زیاد دقیق ندارم، مثلا چلیپا به چه شکل؟ بله، من این عشق به خوشنویسی از کودکی در من ایجاد شده. دایی جان بنده در باغ نی تراشیدن و با دواگلی و نمیدونم این جوهرهای پلیکان چیزی نگارش میکردن. من خیلی دوست داشتم تا اینکه سوم چهارم ابتدایی که بودم خدمت این امیرزا احمد سرایدار که میرفتم اونجا لمس کردم این عشق و فهمیدم من دوست دارم این ماجرا رو. اصلا این درونگرایی خاصی داره، تمرکز آدمو میبره بالا و حس خوبی داره. و از همون زمان عاشق نستعلیق شدم. هنوز هم به نظر من این خط فاخر و باوقار ایرانی که بر تاروک هنر جهان میدرخشه و دوست دارم که ایرانی ها به خصوص مسئولین ما، دوستان ما بیشتر قدر این ماجرا رو بدونن، این در وجود من عاشقانه همیشه حاضر و متجلی بود. ولی عرض کردم خط دوم شکسته بود. ما تا دوره عالی ممتاز باید خط دوم داشته باشیم که الان جدیداً قوانینش داره تغییر میکنه، میتونی از اول بری سراغ این دیگه خط دوم نباشه. شکستن انتخاب کردم به خاطر فرم ها و پیچش های خیلی زیبایی داره و نمونهش هست، میتونم اینجا نشونتونم بدم و بله حتما خط شکسته. بله، ولی و نزدیک به نستعلیق هم است این خط، یعنی بیس این و پیش نیاز این نستعلیق باید انسان تا حدودی بلد باشه، بعد بره سراغ شکسته. ولی خب آشنایی دارم به خطهای عربی، اصطلاحا مثل سلس و نصب آشنا هستم، اما تخصصم همون جور که عرض کردم و شما آگاه هستید نستعلیق هست که دیگه بعد از که قبولی فوق ممتاز در اوایل دهه 80 من سبک و سوی قلیتری در این نستعلیق گسترش دادم و روش کار کردم، تحقیق کردم رو خط قدما، دوره تیموری، دوره صفوی و دوره قاجار. دوره معاصر هم که شیوه اساتید معزز آسد حسن میرخانی، آسد حسن میرخانی و استاد خود بنده استاد غلام حسین امیرخانی که شیوه نوین خوشنویسی ایرانی هست رو من دنبال کردم. و اینکه دوست دارم، من خط دوره صفوی و قاجار هم دوست دارم، قاجار به خصوص در سیاه مشقا دنبال میکنم و صفوی به خصوص در چلیپا. دوستان خوشنویس بنده رو به یک چلیپا نویس میشناسن، چون چلیپا زیاد نوشتم و اجرا کردم و سیاه مشق مینویسم و فرم ها و کمپوزیسیونی که در خط های آزاد، ریتم آزادی مثل سیاه مشق هست برای من بسیار دلپذیره. فکر میکنم در سطر نویسی یا دو سطر یا چلیپا دوستان غیر ایرانی کمتر ارتباط برقرار میکنن تا سیاه مشق. سیامش فضای نزدیک به انتزاعی و نقاشی خط، چون میتونی توش ایجاد کنی علاوه کمپوزیشن، ارتباط بهتری برقرار میکنه. بنده هم دوست دارم این فضای سیامش رو که حتما در کارهای بنده، در پیج بنده و شما به عنوان یک دوست آثار بنده رو دیدین و آگاه هستید.